هنر سرمایه گران است که آن را با یگان ثروت و سیم و زر عوض کردن و خریداری نمودن ناممکن است. هنر انسان را بزرگی و شهامت بخشیده او را بالیده روح می گرداند. هنرمند آن است که از دانه خیرمنی می سازد، از متاع جامعه می دوزد، از گل گلزار حاصل می کند. هنرهای والای هنرمندان اصیل را دیده با دستان هنرمند و بزرگ و مهنت آفرینشان عقل بیننده را اسیر می سازد. گلدوزی یک نوی صنعت آرایش عملی خلقی می باشد. آن یک ساحه هنرمندی است که توسط رشته های گوناگون رنگ با سوزن گلدوزی می کند. دخت گلدوزی گوناگون است و واسطه دستگاه های مخصوص در روی متاهای گوناگون نقش ها می آفرند، چون پاپوری و زردوزی، زمینه دوزی و دیگر نوهای آن. اما گلدوزی دستی که با سوزن آماده می شود خیلی زیبا، شینم و چشم رس است. گلدوزی با رشته های پختگین، ابریشمی و مولینه دوخته می شود. زن های ما پنجشان هنرهای چی که باشه ای دستی ما می آید. خصوصا همی گلدوزی ما همی قویستف کود میریم می فروشیم به مقداری کم و خصوصا همی گلدوزی در بین مردمی ما از قدیم الایام هیچ وقت قدر و منزلت خودش گم نکرده، برای که مردمی ما را، مردمی تاجیکی ما را به او طرز لباس پوشیش و به او زیب و زینت و به او جواهرات و به ایوش میشناسن. گلدوزی اگر ما ویم نکنو شما خطان میدونه ای بهار تاجیکستانی ما رو گویا معرفی میکنه. هر یک رنگی همی چکن گویا یک رنگی دیاری ما رو نشان میتیه. گلدوزی این هنری قدیمه است، از اجدادان ما اومده است تا حضور تو دوره حضوره. گلدوزی چند نمود میشد، هر یک منطقه نقش خودش رو دارد، از روی همون نقشش منطقه رو جدا کرده می شود. مثلا من این نقشه که در اینجا دیده استوده اید، من این کرتچه به نقشه، اینها اساسا برای لباس های کودکونه کرده گیان، نقشش به حد مایده است. بعد هر یک گلدوز پیش از اون که نقش به متو می کند و اول رسمی او رو می کشد، بعد رنگریزی به حد مهم است در گلدوزی. اگر مثال رنگ رو نادرست انتخاب کند، لباس او اونقدر جالب نمیشد. عدالت یوسوپوا یکی از طراحان موفق، رسام خوب و گلدوزی اصیل بوده، در این پیروها شاگردان زیاد دارد. زنهایی که در این درگاه فعالیت میکنند از هنری گلدوزی آگاهند، ولی نازکی های این هنری نیاگان را میخواهند از معلمه آموزند. گلدوزی هایی که اینجا میبینیم از دخت دیگر گلدوزی ها به کلی فرق دارد. دخت گلدوزی های معلمه پیوسته با نقش هایش و دخت گلدوزی های قدیمه مانند است. نقش های معلمه نقش های قدیمه بوده با دید نو و مد زمانوی شباهت دارد. نقش ها و گلدوزی های هنرمندان این درگاهی هنر کرته و سرانداز، دوری و بالشت های زیبا دوخته می شود که چشم هر بیننده را به خود می برد. در نقش و نگاری که گلدوزی شده است، از رشته های با صفت و از رنگ های طبیعی به کار برده می شود. برای زیبا و منقش نمودار شدن نقش های گلدوزی، انتخاب رنگ جای اول را می گیرد. از این خاطر معلمه به شاگردان انتخاب رنگ، استفاده سنگ های جلادار را می آموزاند. گلدوزی از انواع خیلی قدیمه هنرهای مردمی بوده، از هنرهای نفیس صنعت قدیمه می باشد. مردمی هر منطقه با سبک و اسلوب خاصه خود نمونه های آن را تا زمان ما باقی گذاشتند. گلدوزی را هر یک زن تاجیک خوب می دانست و می داند و این نمودی هنر در دوام عصرها تغییر یافته است. گلدوزی انعنه قدیمه هست. حاضر طلبات همی جوانان بسیارتر به همی گلدوزی بسیارتر شدگی هست. مثلا ما می دوختیم پیش نوزیکوی های همی کسب ما همی معلمه آموختیم. وقتی این درگاه آمدیم ما بسیارتر همی دوختنی همی را در ایجا یاد گرفتیم. می خواهیم که رفته در همون شهر وحده گروه تشکیل کنیم. زنان خانشین، مادران خانشین، بسیاران دختران بیکاران، بسیارتر میخواییم همین نازکی های همین کسبه با اونها آموزیم و همین کسبه دوام بدیم.
از زمانهای پیش تا امروز خیلهای گلدوزی نمونههای بهترین و نقشهای نو، اسلوبهای تازه، چون نامهای انارگل، برگی بید، دومی تاووس، گلگلک، تاجی خروس، لاله، گلبست و غیره می باشد. هنرمندان امروزه انعنههای صنعت گلدوزی را ادامه داده نسخههای قدیمه و نو زمانوی را ایجاد کردند که تکنولوژی مخصوص آرایش و بند و بست مرکب دارد. گلدوزی محصول محنت هنرمندان خلقی بوده چون واسطه مهم زیباپرستی و آرایش و زندگی و ذوق بدیعی خلق رابطه عمیق دارد. فرقیت بین گلدوزی و زردوزی را گیریم، اگر این هم با دست دخته می شود با سوزن می آفریم، زردوزی هم چنین است، برای هر دوی این به فکرم هر دوی این برابر است. بعدن طلبات زیاد دارد، برای اینکه شما باید که همین خردوزید که در وقتی که کسی نگاه کند شینم باشد. هنرمندی که با همین گلدوزی زردوزی مشغول است او بسیار پرتوقت باید باشد، برای اینکه این به حد به خود وقت زیاد رو طلب میکند. به هر آدم دلی هست و در آن دل یک جهان احساس، به حکم دل همه بندد و هر چیز هر کسی اخلاص. نمیدانم جهان گر دل نمی بودی چیسان بودی، چیسانی تو دل انسان، بزرگ هستی و یا خوردی؟ تو خورد هستی، گهی از قطره غم شوی لبریز، بزرگ هستی، گهی غنجانی دریای هزاران روز، بزرگ هستی و خورد هستی. داوری را خیلی هفته ده هفته ده ممکن داوری را دخته بکنی. هنرمند شوق زوق داشته باشد، بسیارتر هوش در همی باشد، فکر خیال در همی دختنی همی باشد، میتونه در دوام دو سه روز بدوزه یک لیپوسا. نقش اساسی رنگو را گویو ماندن که زیباتر شود. گلدوزی اساساً هنری دستی اولادی بوده، با شرافت کارخانه و اتحادیه‌های هنری رسامی و اتفاق‌های ایجادی هنرمندان گلدوزی و زردوزی افضلیت پیدا کرده است. امروز باشد هنرمندان گلدوز نقش‌های زیبا که بازگو از تاریخ ملت تاجیک است، چشم هر بیننده را به خود می‌برد. هنری گلدوزی از هنرهای دستی به حساب رفته، از هنرمند زحمت زیاد را طلب می‌کند. دخت گلدوزی گوناگون است. هر یک هنرمند کوشش میکند که در هنرش نوگانی باشد. هنرهای مردمی خیلی زیاد است و توجه به این نوی هنرها زیاد بوده. در برابر این نوی هنرها گلدوزی باشد سالهاست که رشد کرده استاده است. اگر ما نقشای ملی رو بسیارتر استفاده بریم زنده میموند، برای اون که حاضر من بسیار که به دولت‌های خارجی سفر میکنند از هر یک کارخانه ها شخصان، و یا وقتی که در بر لباسی ملی کاتگوری و نگر همون نقشای ملی خودمو باشد به حد خوب میشوده، برای اون که همون نقش ایفادگری همون دولت است. از روی نقش همون شخص رو از کجا بودنش رو معرفی کردن ممکن است. ما باید که با همین راه، با همین اصول تاجیکستان خودمون رو به جهان معرفی کنیم. از روی لباس این بسیار چخلی که میگن این معرفگری دولتی ما است، برایم که اگر ما یک به دولت دیگر رفتیم و لباس ملی خودمون رو داشته باشیم، ما از دیگرو فرق کرده میستیم. بعد از اون که ما دیدن میگن ها این تاجیک است، از تاجیکستان است. Thank you.
وقتی که آمده من نازکی های وی را دیدم گلدوزی را گویا که ما همی طفل نوی کتک تولد میشه که ما همی خیل خدم دوی کردم که اینقدر نازکی داشته ای اینقدر نازکی وقتی من رویش دید گلدوزی معلمه را دیدم گلدوزی های دوره بیبیامون به یادی من میایی و ایشون رویهشون در همو بیایی و یای قدیمه در بیشتر مومن شخصی هنرمند با دستانی موجیز آفری خود که با یک سوزن عادی نقش های خرد و بزرگ روی متاهای گوناگون نقش می آفرد همگان را در حیرت می گذارد نقش و نگار در آثار هنری نیاگان ما دارای موضوع های زیاد و مختلف است البته این نقش ها تاریخ دور و دراز دارند. گلدوزان نازکی های هنری گذشته را دوام داده در این زمان نسخه های زیبا و نو را اختراع کردند. نازکی هاش همه که گلوش چقدر مایده با دختن در کار داده. مایده دختن در کار داده. با مثال ما متاها را طرف روشنیش استفاده می بریم و معقول بود. برعکس میگه طرفی چپشکی خوریاد محقول نیسته بسیار نازکی ها را ما ای درگاه میگیریم و همه اصول ما کوشش میکنیم که در همه استفاده بریم زنها ما کوشش میکنم که همه گروه مادر را دختر را زنها را جمع کنم و نازکی های همه کسب و یاد آموزم هنرمندان بیشتر تکیه به نقش های قدیمه آوردند که توجه زنان و بانوان زیاد به چشم میرسد گلدوزی هنر است که تا امروز شهرت خود را گم نکرده است. دستان پر اجازی بانوان گلدوز است که بطن بانوان تاجیک زیباگی های وطن را نشان می دید. برای رشد هنرهای مردمی و احیای آن، فستیوال و آزمون ها در سطح بلند هنر چون جلوه چکن، خنده حسن، چکامه گیسو و دیگر آزمون ها گزارانیده شد که در آن انعکاس هنر و استعداد، و احیای لباس های ملی برگزار گردیدند. برگزاری چنین فستیوال و آزمون های سطح بلند بازگو از تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت های تاجیکانه بوده هنرمندان با هنر و استعداد انعنه و سنت های ملی لباس و هنرهای مردمی و ایجاد و اعجاز خود همگان را در حیرت گذاشتند. ما از خردی آرزو داشتیم همین خیلی چیزها را یاد گرفتن و حاضر ما هنر گلدوزی یاد گرفته استاده ایم. هنر گلدوزی بهترین هنر است. از زمانهای دور تا زمان ما آمده رسیده است. هیچ وقت شهرت خود را گم نمی کند. و عروسای ما می توانند حاضر بجای همون کفته های اروپایی چکن ها ببر کنند در توی مراسماشان. ما با چکان می توانیم توقی ها سرانداز ها و سوزنی ها کرده های چکان تیار کنیم هنرمندان می کوشند تا در هنرشان نوگانی باشد از این خاطر نقش های قدیمه و معاصر را استفاده می کنند هر یک رنگ رمز خود را دارد گل هایی که در هنر گلدوزی استفاده می شود یکی از دیگر زیبا است پیراهن گلدوزی که بانوی تاجیک ببر می کند دوری و بالشت های گلدوزی و دیگر جهازی که دوخته می شود زیبا می باشد. بانوان در اید و جشن های ملی از جمله نوروز بین المللی، استقلالیت دولتی، وحدت ملی و دیگر اید و جشن ها با لباس های ملی، ادرس و اطلس، پاپوری و زردوزی و گلدوزی را ببر نموده چشم هر بیننده را مفتون و شیدا می سازد. هنرمند باید همین را درک کند، و اگر میزوج آمد و فکرش رو بیان کرده نتواند مثلا و نتواند لباسی چخل لباس رو انتخاب کند هنرمند طراح باید به وی مصلحت دهد برای اون که نگاه طراح به لباس باید دیگر خیر باشد جهان بینیش پراتر باشد برای همین طراح فقط در جستجو است و باید که خودش اول درک کند که چیزی که او میآفرد برای چی می آفرد و باید که این رو خودش اول داند پیش از اون که به میزوج اون رو تکلیف کند پیشنهاد کند گلدوزی های ما گلدوزی های از پیشینه گلدوزی ها گرفته شده است و ساخت گلدوزی های پیشینه بعد نازکی های خود رو بدارم ما می توانیم یاد گرفته به دیگرها آموزانیم با همین
ترس می شود که هنرهای مردمی از بین نروند. توجه زنان و بانوان به سر و لباس ملی از ایجاد مدهای زمانوی و صفت آن وابستگی دارد زیاد به چشم می رسد. چکنهایی که گلدوزان آماده می کنند بیشترشان نقشهای قدیمه بوده، آن زیبا و شینام دخته شده است. هر یک نقشی که هنرمندان انجام می دهند یکی از دیگرشان زیبا و دیدنی است. چکنهای زیبا را تنها دختران کلاب دخته می توانستند. حالا باشد از سیر هنری آنها دختران دیگر منطقه های کشور نیز آگاهی پیدا کردند و امروز باشد زنان و بانوان تاجیک با دستان معجزه آفری خود همگان را در حیرت گذاشتند. محصول دستان بانوان هنرمند تاجیک در آزمون و نمایشگاه های بین المللی و معرض تماشا گذاشته شده سزاوار تحسین و آفرین شدند. چکنهایی که گلدوزان انجام می دهند با زحمت این زنی هنرمند و چیره دست عدالت یوسوپوه بوده بطنی هنرمندان چون انسامبل لاله و گلریز در صحنه های خرد و بزرگ با دختن گلدوزی های بانوان گلدوز چشم هر بیننده آب می خورد. بانوان کوشش دارند که هنرهای ملی رشد کند و رواج یابد. برای ادامه یافتن این نوی هنرها هنرمندان کوشش دارند که شاگردان را در این پیراهه به کمال رسانند تا هنری ایشان از بین نرود.